شفیق الله زندگی نامتکمل ماست، سرپرست گروه تئاتر هنری سرخ سفید. گروپ تئاتر سرخ سفید کار میکردم که اولین گروپی بود که باشون کار میکردم. کوشش کردیم که این گروه تشکیل شود. یک نمایش با نام چشم در برابر چشم از غلام حسین سایدی است. اتفاقا در جریان امزی بودیم که مزاج گروهی پیدا شد و بچه ها از اینجا خیلی انرژی مثبت گرفت که حالا خیلی خوب میشه اگه ما با هم باشیم. بعد همی شد که گروه سرخ سفید بعد از این نمایش ایجاد شد. از سال 2014 به این طرف زیر امزی ما داریم کار میکنیم و نمایش های خیلی متعدد از داخلی و خارجی و اروپایی امریکایی از همه گیش کار کردیم. خیلی کوشش کردیم، سخت بود ولی خیلی خوشایند بود. با اون همه دغدغه‌هایی که روزانه گذشتاندیم و جنگا و خوشیا و چیزا را، دختر دلبندم میتواند او را دوست بدارد و مرا شادنام سازد. بله بانی من. بعد از اتفاقی که در افغانستان افتید مجبور شدیم که کشور را ترک کنیم. ولی واقعا حس ناگوار است، ولی اصلا نمیخواستیم که همچنین اتفاقتون تا آخر لحظه را بودیم. امیدوار بودیم که چرا در ملک خود کار نکنیم، چرا در همیشه باقی نمانیم. ولی جان در خطر شد دیگه نتانستیم، ولی مجبور شدیم بیم. حالا حدود 6-7 روز میشه که در پاریس هستیم با تمام گروه و امیدوار هستم این 7-6 ساله که ما تیمانه خیلی خیلی خوب خیلی موفقانه کار کردیم همینطوری بتونیم ادامه بدیم. دقیقا چرا سرخ سفید؟ تازه دیگه دور دانشگاهی بود و بچه ها لباس های رنگ و رنگ می پوشید، سفید و زرد و سبز و سرخ. و بعد یک مقدار بچه های سرخ سفید صدا میکردن، بچه های سرخ سفید، سرخ سفید، یعنی یک جور یک کنایه بود بر ما. بعد ما گفتیم چی بهتر امی اصطلاحی را که اینا برای رشخندی بگیم ما را استفاده میکنن، بخی امی گروه خدا برای آمده چیز میسازیم. بعد با اینا ثابت میکنیم که چیزی که شما فکر میکنن او چیز نیه. درسته که ما خیلی سرشار هستیم، لباس های رنگ و رنگ میپوشیم، ولی کار ما منطوریست. یک نمایش خیلی خوب دیگر را کار کردیم با نام کمدی اشتباهات از ویلیام شکسپیر. اولین کسی که مخالفت کرد استادای خود پانتون ما بود که شما نمیتونین کمدی اشتباهات را کار کنین، شکسپیر کار کنین. بعد ما بزور این نمایش را گرفتیم کار کردیم کمدی اشتباهات و تانستیم با وجود امکانات کمی که ما داریم بسیار بسیار فوق‌العاده کار کنیم. این رقمی فقط در دوره ما همچون یک نمایش تکمیل شده بود. دیگه گروه ها بودن نمایش کار میکردن، یک صحنه یک نمایش کار میکردن، ولی ما همون علاقمندی بود، همون چیزی که بین گروه ایجاد شده بود، تانستیم که نمایش خیلی خوب کار کنیم. گروه دیگه هم نامش بالا آمد. در این جریان در این وقتا ما مرکز فرهنگی فرانسه در افغانستان خیلی برنامه زیاد داشت، تقسیم در تئاتر و موسیقی و چین. در برنامهش خیلی میرفتیم، ولی یک روز در مو حادثه ای که در دکتر فرانسه انتحاری شد. انفجار اینجا دقیقا پشت سر ما در مرکز فرهنگی فرانسه در لیسه یا دبیرستان استقلال در مرکز شهر کابل صورت گرفته. این یک حادثه خیلی ناگوار بود که ضربه بسیار بسیار بزرگ زد، خصوصا نشته تئاتر، چون دیگه هیچ جای استیجی نداشتیم. یک حادثه ناگوار و امید شکننده بود بر ما، ولی با آن هم ما خیلی کوشش کردیم که روحی خود نوازیم و ادامه دادیم. دوباره وقتی که مرکز فرهنگی فرانسه درهایش باز شد، خیلی عاجل رفتیم پیشنهاد دادیم و اونا خیلی زود قبول کردن. اول نمایش هم که با اونا کار کردیم به نام وولپن بود از بن جانسون انگلیسی. موسکو وقتی گفتی که زن را برای پرستاری ما آوردن چی بود؟ این کار مثل کار ابراهیمی ماند که حاضر شد پسرش را قربانی کنه.
یا برش با من رحم کن، نگذار که این مرد بریش من بخندد، نگذار این مرد میرد، من خودم با جواهرش برای هرچی خواستی میخرم، با بلهایش برای لباس میخرم، فقط نگذار دستت را در دستش. این یک سبک بسیار کمدی خیلی فوق‌العاده بود و چون ما بیننده تئاتر افغانستان نمایش‌های فلسفی، نمایش‌های درام، نمایش‌های داستانی را نمیتونن برداشت کنن، نمیتونن که بیشترن حوصله کنن و چیزی که با اونا خیلی جالب است کمدی و طنز است. اولین نمایشم شیطنت های قسیم بود که نقش مرکزی را داشتم. شیطنت های قسیم یا نیرنگ های اسکاپن از مولیر اتفاقا با فرهنگ ما، با روزمره ما بسیار تطابق داشت و ما بیشتر با اقتباس تانستیم بیخی با فرهنگ و با افغانستان روس تانستیم تبدیل کنیم. نمایشی بود که خیلی یک پیام خوبی داشت، همبستگی بود که باید ما همه قوم یا ملتی که هستیم همبستگی داشته باشیم با یک دیگه. چون که اولین نمایش بود، اولین گپی که استادم زد مرا گفت که تو اگر روی استیج بری بینی من میبری، گفت که چون صنف اول پنتون بودم از بازیگری چیزایش نمیفهمیدم. وقتی که اجرا کردم اولین کسی بود که استاد شد برم چک چک کرد، دست زد و خیلی برم تبریکی داد. وضعیت زنان که در کابل کار میکردن هم چندان خوب نبود که ما بگیم خیلی عالی بود و میذاشتن کار کنیم. به یک نگاهی خیلی بد نگاه میکردن. مثلا خودم نقشی که داشتم یک دختر تاجیک بودم. رئیس دانشگاه پنتون کابل آمد مرا گفت تو چرا سرت لوچ است؟ سرم هم لوچ نبود، من موهام دو چوتی کرده بودم دو طرف، بعد کلاه پوشیده بودم چون یک دختر تاجیکستانی موهای خودم اینطوری درست میکنن. بعد وقتی که نمایش تمام شد رئیس دانشگاه آمد به من گفت دیگه نبینم سرت لوچ باشه، اگر ببینم سرت در نمایش لوچ باشه بیرونت میکنم. وقتی که من زمانی که رفتم هرات قشنگ حجاب کردم به خاطر از اینکه گفتم نشان که بازم تو یک رویه باشه یا بزنن، خیلی میترسیدم واقعا که درست که اگر زمان دولت بود، ولی خیلی مردمش هنوزم قبول نداشت که یک دختر به روی استیج کار کنه. سخت بود ولی خیلی میخواستم که خود انرژیایی که دارم به می وقت دارم که باید به تئاتر خود او را مصرف کنم. وقتی ما قبل از اینکه هر نمایش رو ما انتخاب میکنیم حدود 10 15 20 تا نمایش گروهی همگی میخوانیم. هدف اصلی ما این بود که خود ما رشد کنیم و باید سبک‌های مختلف کار میکردیم. این بار تصمیم بیشد که یک نمایش دراماتیک کار کنیم و بعد از خواندن نمایش لوسید فهمیدیم که نمایشی که بار کار میکنیم ایست. نمایش لوسید که ما گرفتیم یک کمک اقتباسش کردیم به حساب سردار. داستان ازی روی انتقام اورنگ، پسر جوان میگرده که پدرش فیلی خورده، سیلی ناحق. شجاعت و غیرت خودت را نزدیان بیاده میگو ساخ بیازم. این کسی که سیلی زده پدر معشوقه اورنگ است. یا بکش و یا کشته شو. اورنگ در دوراهی بنده منه، من پدر معشوقه خودت بکشم یا آبروی خود حفظ کنم. خداوندا چه دردها و شکنجه ها، چه عشقهای خونینی به خاطر پدرهای ما نصیب ما کردی. خداوندا چه میتواند چنین روزگاری را پیش بینی کند؟ حس بزن در این نمایش ما یک دختر شمشیر زن بودم. کجا دیده این قاتل با منزل قربانی خود پناهیده شود؟ شفیق طرف مقابل بود، او خیلی قدش بلند بود، بعد قد ما خیلی کوتاه بود، خیلی شمشیر زده، شمشیر بازی با او خیلی سخت بود. این تو که میکرد او شمشیرش خیلی با من نزدیک میشد، من خیلی میترسیدم. ولی شفیق خیلی بود که برام کمک کرد خیلی زیاد، چون ازش درخواست میکردم که بعد از تمرین بشین
که بیشتر تمرین کنیم. خیلی زیاد خسته میشدیم ولی خوش میگذشت واقعا. وقتی که یک جای میشده میخندیدیم و کار میکردیم تمام خستگی ما برطرف میشد. نمایش بعدی نمایش لروی سموخته شاه میمیرد، یک نمایش فرانسوی است. جوادش میگشتیم که اتفاق ناگوار حمله طالبا بود و گرفتن ولایت شد. ما داشتم بنظرم در خانه بودم کتاب میخواندم یا فیلم سر میکنم در خیلی داد میفت. زنگ آمد که کابل گرفته طالب. خب و زمانی که کابل سقوط کرد ما مجبور شدیم که این طرف پناهنده شویم، چون اونا ما را پیدا میکردن و ما او رقم سر ما لچ بود. خب وقتی که ما را پیدا میکرد ما از اونا چه انتظاری میداشتیم؟ اصلا انتظار نداریم که با ما روی خیلی خوب کنن. تئاتر در افغانستان که هیچی، هنرهای دیگه مثل مجسمه سازی، نقاشی، اینا کلن آینده ندارن. اما اونا اعلان کرده که هنرمندا تغییر رشته کنن و پنزه یا دانشکده هنرها در آتش بسته کنن. هیچ گونه امید نیست.